یه زمین رستم بزن، بگو اگه یه تار پشم از آلیس کم بشه من میدونم اونا. ماما زنگ نمیزنی ها؟ ول کنین این زن بدبختو، بذارین به درد خودش بمیره. بنده خدا رو اسباب زحمت شدی. خیلی خوش اومدی. مامان مهندس شما چرا نرفتی نجاتش بدی؟ یه چیزی از اون دورو بر بر میداشتی میزدی خاموشش میکردی. همین یه چیزی داری میگی بابا؟ پنج تا اسکا آتش نشانی اومدن 7 ساعت داشتن آب میریختن خاموش نمیشد. کاش من اونجا بودم خودم مینداختم روش خاموشش میکردم. جمشید حرف آخر اول میزنم، یا من یا این. بده به این من چهارو زدم پاشم وای میسم. بارکلا جمشید، بارکلا شنیده دیگه، تو بمون و این عروسی بگیرید برای آقاتون. حالا بار مری خانم خدا وکیلی تو این چند سال چی یاده بچهاتون دادین شما؟ هیچی. اصلا اطلاعات عمومیشون صفر خدایی. آخه شما دیر با ما فامیل شدی. بیا بیا کارت دارم جمشید، یه دقیقه بیا. یادته روز ختم اکبر بابا تو مسجد سخنرانی میگفت؟ چی میگفت؟ میگفت ارواح مرده ها برای اینکه بتونن با عهد و عیالشون ارتباط بگیرن حلول میکنن تو جسم یه پرنده چیزی، اونجوری باهاشون حرف میزنن. کی گفت؟ خفه شو مامان. الان هم نگاه کن جمشید، برو خودت نیار، ولی یواش نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. اون شاخه رو نگاه کن، اون کلاغه رو ببین روش نشسته، خیلی ساعته اونجا نشسته. من شک ندارم، شک ندارم که روح اکبر بابا حلول کرده تو این کلاغ، میخواد ببینه ما دست به لوله زنیم یا نمیزنیم. نمیزنیم نمیزنیم نمیزنیم. این پرپرا چیه داری به من میگی؟ بابای من از پرنده و چرنده بدش میاد، به خصوص از کلاغ. اگه تا حالا فروختن پکیج مخزنی به جوونای مردم شده بیزینس؟ نه شغل تو بیزنسه، میری زیر جوجه رو چک میکنی ببینی اون زیر چه خبره. ببنده پسرا، پسرا تو دشمنیاتون هم همیشه راه برای دوستی بذارید. آفرین، عجب جمله گفتی زنده باری کلا. استوریش کن. نمیشه بابا، اصلا چند روز وی پی ان هم وصل نمیشه، اعصابم هم انقدر خورده. خوشحال در به در شدیم. دو تا تیکه آبی خورده. آیا یعنی دیده دیگه نه؟ کی تیکه آبی رو یاد این داد؟ کی تیکه آبی رو یاد این داد؟ لعنت اون روزی که تو تیکه آبی رو یاد گرفتی. مرد حسابی وقتی تیکه آبی خورده یعنی گوش داده، محل سگ بهت نداده. آروم باش. باشه بابا سکته میکنی. خونه پرش، بانک بیاد اینجا رو مصادره میکنه بدیش ور بداره، تتمش هم به ما میده. مهری جان خونه پرش رو بگو. این تابوت منو میبرید یا میزنید؟ برو اون بر دیگه، دوباره خواهد بزه سرجاش. بیا دایی بیا، من میگم بیایم همون کسب و کار قبلی اکبر بابا رو دوباره راه بندازیم، تا میتونیم عروسی و تولد و ختم و ختم سرون بگیریم، پولشو جمع کنیم، خودمون بدهی بانکو تسویه کنیم بره. حالا شما هلیکوپتری نازم یه برو. ببند دهنتو، چه قواعد مراسم بگیریم که بتونیم 10 میلیارد دو ماه آخه جور کنیم؟ زمین این خونه رو اگه بکنیم دمت میرسیم به لوله، اون وقت میتونیم یه انشاب ازش بگیریم بابا، نفت رو بکشیم بیرون، پول در بیاریم. قربون شکل شما حداقل سند خونه رو آزاد کنیم. خاک بر سر من کنه، خاک بر سر من کنه. مری چرا به حرف رستم گوش نمیدی؟ حتما فکر همه جاشو کرده دیگه. فکر حروم و حلالش هم کردی؟ فکر حروم و حلالش هم کردی؟ بشین تو میگم سکته میکنی. تو با بابای من صحبت کردی؟ چرت چرت و پرت میگی بچه؟ من چرت و پرت میگم؟ من چرت و پرت میگم؟ اون روز رفتم یواشکی گوشیشو برداشتم دیدم چه چیزایی تو گوگل سرچ کرده. با گوشی خودم از گوشیش عکس انداختم. اونا رو نگی. حالا هم اونا رو میگم. وایسا. سرچ کرده حکم کسی که پسر ناتنیاش رو با چاقو تک تک کنن چیز. اگر ناپدری پسر ناتنیاش رو با اره مس کند و بکشد مادرش رضایت بدهد آزاد میشود؟ چرت میگی؟ رضایت نمیده مادرش رضایت؟ سرچ کرده چگونه یک جسد 184 سانتیمتری رو در وان اسید حل کنیم که هیچ اثری ازش باقی نمونه. اون جسد 184 سانتیمتری منم. وان داریم ما مگه؟ بابا اون کلاغ ماده است، روح اکبر بابای نر تو اون نمیره که به من نگید که دیگه. کجا فهمید؟ دهنت به من مامان. من بدبختو نگاه کن که به خاطر کی دارم بالو پر تکون میدم. دست شما درد نکنه، بالو پر رو بگو که تکون میدی شما. اون صددونی شرف داشت به این خونه زندگی که میخوان با دوزی بر من علم کنی. جمشید هر چی نداشته باشه شرافت تو زندگی حرف اول میزنه براش. اینم ازش بگیر. بگیر. بگو نیست سر دست دوزا. دوزا چه شکلیه؟
همین شکلی چاق و دم که ندارن. سلام علیکم آقا دزده. بابا ماشاءالله هزار ماشاءالله. به خدا اگه این رستم 30 سال پیش اومده بود تو زندگی ما اینجوری نبود. زودتر رفته بودیم به غارت. جمشید ول کن. اصلا میخوای من جواب میدم. من جواب میدم. من غلط بکنم. خودت جواب بده. جواب بده. راست میگی راست میگی. نگاه خشت گلمون آدمیزاد با اون همه اهن و طلب رفت سیده خربار خاک. من خودم این اکبر نفسی چرا نمیذاش ما اینجا زندگی کنیم؟ به خودم من هم وقت میمدن اینجا دیگه دلم نمیاد برم تو لونمون. اکبر نفسی بابا اکبر. آخ 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 جمشید آخ چی بگم؟ از بابا جمشیدت میپرسیدی؟ پرسیدم منتها چون من غریبم به من نمیگم. آره تو غریب آشنا خوری اشکی به تو نمیگه. بابا بسه دیگه بابا بسر چی دیگه هر کاری دلتون خواست کردی آیت فهمیده دوست راستن فهمیده نصف تهرون فهمیده روش رو انده پوشیدی بابا کار به من درست کشم کنم شما به خرجتون نمیره هرچی من میگم نه بلکن بلکن مامان بده من مری بنگه علکیه مگه خانداش اینم میدونه آیت هم میدونه خاک بر سر من تو گفتی بهش؟ من نگفتم که این رستم خان تو اون 3 سال پیش قبل از اینکه این پروینو بگیره رفته به داداش من گفته بیا با هم چاه بزنیم. داداش من بوده که زیر بار نرفته. حالا بیا در دل من وا کن تو. لعنت به نفس که داداش من ازم گرفت. لعنت به شوهرت که داداشت ازت گرفت. تا کاش آلیسا از اونجا میآوردی احساس غریبی نمیکرد اونجا. میخوای برو آلیسا بیار لعنت بذار تو خیابون. شیطان رجیمه. این توی شیرینی فروشه کار میکرد. نوخامه برای اینکه ترش رو صاف کنه لیس میکشید. هی یک بار ندیدم این بره توالت دستش رو بشوره. با همون دستای نوخامه ها رو پر میکرد. دلتون نخواد. دلمون نمیخواد الان. آشوب شدی. هم خورد. خانوم من که دیگه ساده و پفه نیستم مثل خیلی ها. آقا زرنگه بذار آقا کارشون رو بکنن. دیدید آقا؟ دیدی من اومدم یه بازی روانی را بندازم که ایشون ذهنشون به هم بریزه اون شخصیت واقعیشون ارائه بدن که احسن تونستن ارائه بدن. بیرون بفهم. آقا من حرف بدی نزدم. خانم بفهم. بندری بیرون. من برم بیرون آقا. بندری بیا برو بیرون. بیا برو بیرون.